بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم می کند. من از اینو می دونم این عینک داره. سلام، خسته نباشین. اولین نشست مطبوعاتی جشنواره 33 مربوط میشه به نشست فیلم ناهید که با حضور همه عوامل برگزار شد. ما خیلی تلاش کردیم که باشون گفتگو کنیم، اما خب بنا به دلایلی که برای ما هم روشن نشد گفتگو نکردن. با ما همراه باشین، هم اینم افتاد، هم نشست رو ببینین هم حواشی اکران فیلم. متشکرم. مرسی از های وب که توی این 10 روز با ما همراهه. مرسی از شما هم که با ما همراهین. البته مرسی. دو تا خواهش داشتم از شما. اولا که خیلی ممنون تشویقتون برای این نمایش فیلم. یکی اینکه موبایلاتون رو خاموش کنید چون اینجا وایفای رایگان داره. یک. دو اینکه اگر هم از که پشتمون نیومد لطف کنید سر جاتون بشینید، تمام بفهمید تا انتهای فیلم. مثل جشنواره گذشته صندلیاتون پک نکنید، بذارید عادت باشه که حداقل احترام بذارید به همه عوامل فیلم و فیلم رو تا انتها ببینید. متشکرم. دوستان اومدن تو همه ببینم. آره خدا بشه، من استرسی میداشم چون تیکت ها داستان شده بود و فیلم ببینید دیگه، دیگه حرف نمیزنم. مرسی. دو ساعت و 5 دقیقه است که فیلم داره پخش میشه، ولی نکته جالب اینه که مردم نشستن، یعنی اصحاب رسانه و هنرمندا تو سالن هستن، کسی پا نشده. با ما همراه باشین، با عوامل گفتگو میکنیم ببینیم چرا انقدر فیلم طولانیه. مرسی. رضا فیلم چطور بود؟ دوست داشتم من. خب دو تا دوستای خوبم سارا و ایاتو بهجون بازیگری بازی کرده بودم، خاطر اونا اومدم ببینم فیلمو. بعدم خب من یه تعلق خاطری هم به شمال کشور دارم دیگه، خاصت مادرم، واسه همین دوست داشتم. هر روز تو رو تو برج میبینی؟ ایشالا یه وقت بشه تو این تایم این 7-8 روز که تا اونجایی تونستم سعی کردم اجرا نگیرم بقید 2-3 روز، ولی انشالله دیگه. این فیلم چطور بود؟ من خیلی دوست داشتم. تبریک میگم کلن به خانم پناهنده و گروهشون، هم به عنوان اگر فیلم اولی باشن به عنوان فیلم اولشون تبریک میگم. بازیای درخشان هر سه بازیگر، نوید محمدزاده که درخشان بود مثل فیلم قبلیش، یه پژمان بازقی متفاوت دیدیم که داره پخته تر میشه، یعنی سیر تحول سنیش رو هم داریم میبینیم، حس میکنیم، و بازی در واقع بسیار زیبای خانم ساره بیات. کلا من فیلم دوست داشتم، حال و هواشو تبریک میگم بهشون.